روابط ما با عمان روابط بسیار مستحکم، دیرینه، پایدار و توسعه یافته در زمینهای مختلف هست. این روابط هم در زمینهای دو جانبه دارای ابعاد و زمینهای مختلف مبتنی بر منافع مشترک دو کشور و دو ملت هست، هم در موضوعات منطقه‌ای و بین المللی خوشبختانه دو کشور هم مشورتها و هم همکاریهای سازنده و تعاملی و تکاملی بسیار خوبی دارند. در گفتگوهای دیشب هم موضوعات روابط دو جانبه اهم از موضوعات اقتصادی، تجاری و سیاسی مورد مشورت و تبادل نظر قرار گرفته، به ویژه اینکه ما در آستانه برگزاری 20مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور قرار داریم و هم در آستانه سفر وزیر تجارت عمان به تهران برای انجام گفتگوهای دو جانبه و هم این که ما در منطقه با مسئله بسیار مهم و اولویت دار فلسطین روبرو هستیم. مسئله فلسطین مورد اهتمام جدی دو کشور هست. هم جمهوری اسلامی ایران و هم عمان معتقد به ضرورت تلاش‌های حداکثری برای توقف فوری عملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه و کرانه غربی هستند و اینکه محاصره ظالمانه به طور کامل رفع، کمک‌های انسانی ارسال بشود و عملیات نظاممند رژیم صهیونیستی برای کوچاندن مردم مظلوم غزه متوقف بشود. این موازه مشترک دو کشور هست که دیشب هم دو وزیر در گفتگوی رسانه‌ای با شما عزیزان به صراحت این رو مطرح کردند. دو کشور متفق هستند که آنچه که در حال انجام هست توسط رژیم صهیونیستی قابل تحمل نیست و اینکه استمرار اون تهدید برای صلح، ثبات و امنیت در منطقه است و متفق هستند که جامعه بین المللی در این زمینه مسئولیت فوری و بین المللی دارد و این اتفاق نظر دیشب بود که در استمرار مشورت هایی که داشتیم بین در واقع دو کشور در سطوح مختلف وجود داشت، از جمله بین وزرای خارجه دو کشور، و در استمرار مشورت هایی که بود، این که دو کشور تلاش های دیپلماتیک خودشون رو هم در سطح منطقه هم در سطح سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد تقویت بکنن و تلاش های دیپلماتیک رو تا حصول نتیجه ادامه بدن. دولت عمان نشون داده که در مقاطع مختلف دولتی است که نسبت به صلح، ثبات و امنیت در منطقه اهتمام جدی دارد، موازه عادلانه و منصفانه ای دارد و نسبت به قضایای منطقه‌ای همواره مسئولانه عمل کرده. در این زمینه دو کشور همکاری‌های خوبی رو قبلاً در و تجارب بسیار خوبی رو در موضوعات مختلف منطقه‌ای داشتند. این اتفاق نظر دیشب شکل گرفت و تأکید مضاعف شد که تلاش‌های مشترک رو هم در حوزه منطقه‌ای، در حوزه سازمان همکاری اسلامی و در حوزه سازمان‌های بین‌المللی در ارتباطاتی که دو کشور با طرف‌های مختلف دارند رو دنبال بکنن و تقویت بکنن. ببینید، موضوع اساسی گفتگوهای دیشب موضوع دو جانبه، روابط دو جانبه و همچنین مسئله مهم فلسطین بود، اما دولت عمان با سوابق فعالیت‌ها، تلاش‌ها و ابتکار عمل‌هایی که قبلاً داشت همچنان نسبت به موضوع مذاکرات رفع تحریم اهتمام زیادی داره. طبیعی است جمهوری اسلامی ایران از اهتمام توأم با حسن نیت دولت عمان قدردانی می‌کنه و به چنین ابتکارها و تلاش‌هایی با استقبال نگاه می‌کنه و از اینکه دولت عمان بتونه در این زمینه ایفای نقش بکنه قطعاً استقبال می‌کنه. اما همطور که عرض کردم، موضوع اصلی مذاکرات دیشب علاوه بر موضوعات دو جانبه مسئله فلسطین و حمایت منطقه‌ای بین‌المللی از ملت مظلوم فلسطین